سرافرازی کابل و قضاوتوال شمس الرحمن. وزرای کابینه اینجا در ارگ ریاست جمهوری از بحر امضای چندین تفاهم نامه در برنامه حکومت تحت نام صد روز صد مژده گرد آمدند. انتقال صلاحیت توزیع قواله‌ها از دادگاه به وزارت شهرسازی و اراضی و احداث ساختمان نظارت بر فرکانس از طرح‌های عمده است که در قالب برنامه 100 روز 100 مژده عملی می‌شود. وزیر شهرسازی و اراضی کشور روند فعلی طی مراحل سند ملکیت را زمانگیر دانسته می‌گوید: هیچ کسی نمیتواند 14 روز کار از زمانش را برای تکمیل این روند اختصاص دهد. محمود کرزی گفت با انتقال این مسئولیت از دادگاه به وزارت شهرسازی و اراضی، آنها خواهند کوشید تا 14 روز کاری را به 10 دقیقه محدود سازند. متاسفانه موش بس هم پسوار لسو رزو که و قواله ورکو. چی در موشت وزارت قبل قبول ندهی. که بداغ ترتیب اتصال سرزی که اوه قواله نیوی قوالی تراوانو او اصری قواله ورکو شاید سل کال پا برکی ونیسی دگر دا وانستان قوالی یو شکل ولری او یو رسم الخط ولری وز قوالی چی مجد کال گراوری پا طور بلایتو که دا واجب شکلون لری صاحب رسم الخطی و دگر دا بیقی قابل دا قبول ندی. رئی جمهور غنی با استقبال از تسریع روند قانونمند ساختن توزیع اسناد ملکیت به مردم، آن را سبب تحکیم حاکمیت قانون، مبارزه با فساد اداری و جلوگیری از غصب اراضی عنوان می کند. در جمهوریت قضاوت ایمو پشمنی بانده ده او ایمو پشفافیت بانده. ضرور ده چه طول ارکان دری قوه یا بلتلاس ورکو. از سوی دیگر کار ساخت مرکز نظارت بر فرکانس یکی دیگر از طرح‌های بود که در این برنامه عملی شدنش همگانی گردید. رئیس اداره تنظیم خدمات مخابرات کشور میگوید هزینه ساخت این مرکز به 2.6 میلیون دلار آمریکایی میرسد که در 30 ماه آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد. بهبود کیفیت خدمات ارتباطی، جلوگیری از فرار مالیات، ممانعت از ورود غیرقانونی تجهیزات مخابراتی مزایای عمده ساخت این مرکز را می سازد. با ایجاد این مرکز نظارت فرکانس اداره اترام می تواند با یک کلیک موقعیت منبع اخلال را دریافت و قطع نماید. سوم، کنترل بالای تورید و استفاده وسایل. متاسفانه وسایل مخابراتی که بدون طی مراحل گمرکی وارد کشور می گردند نه فیس گمرک و نه هم فیس استفاده از فرکانس را می پردازند که عواید دولت را از دو جناح متضرر می نماید. حکومت افغانستان در صد روز نخست 1400 هجری خورشیدی در نظر دارد تا تعداد از طرح‌های عمرانی را به بهره برداری سپرده یا ساخت آن را آغاز نماید. این دومین مراسم رسمی است که در قالب برنامه 100 روز 100 مژده در ارگ ریاست جمهوری راه اندازی شده است. رحمان رئیس خیل، رئیس محکمه استیناف کابل دعوت می‌کنیم که